هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی درود و سلام و احترام خدمت شما بینندگان گرامی و سروران عزیزم. ایمان سلیمانی امیری در 30 روز از ماه فروردین در خدمت شما برابر با 18 ماه آوریل یا اپریل با یک برنامه دیگر تحت عنوان بازشناسی باورها. خب ما 3 روز در هفته با تلویزیون پارس برنامه داریم، روزهای سه شنبه، پنج شنبه و جمعه. قرار بر این بود که روزهای سه شنبه به مباحث عقیدتی اختصاص داده بشه، یعنی مسائلی که مربوط هست به مذهب، فلسفه دین، تاریخ اسلام و آنچه که پیرامون این مسائل میشه مطرح کرد. روزهای پنجشنبه رو اختصاص دادیم به مسائل سیاسی با نگاهی به فلسفه سیاسی و نوع نگاهی که در این زمینه در حوزه اندیشه سیاسی مطرحه، نه مسائل روزمره سیاسی. و البته روز جمعه رو هم سعیمون این بوده که در خدمت مهمانان باشیم. این اصول خب مقید شد، گاهی هم استثناءاتی داشت، یعنی بسته به موضوعات مختلفی که مطرح می کردیم برای اینکه اون موضوع رو به اتمام برسونیم هرچه سریعتر سعی کرده بودیم که بعضی از روزها رو اختصاص بدیم به مسائل دیگه. همین دلیل باز برمیگردیم بر سر همان قرار گذشته، سعی میکنیم روزهای سه شنبه برنامه تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب رو به اتمام برسونیم، روزهای پنج شنبه مباحث مربوط به پیرامون انقلاب‌ها رو پی بگیریم و روزهای جمعه هم سعی کنیم در خدمت مهمانان باشیم که از جمله با احتمال بسیار زیاد روز جمعه رو در خدمت آقای دکتر احسان نوذری خواهیم بود در مورد مسائل علمی بحث کنیم. نیز پیرامون انقلاب ها رو ادامه خواهیم داد، اما امروز یک مسئله بسیار مهمی که ربط هم داره به مسائل انقلاب با توجه به خب وقایعی که این یکی دو هفته اخیر در منطقه در جریانه رو به بحث میشه، نزاعی که میان رژیم جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل در جریان و از گذشته هم بوده، زد و خوردها، رفتارهای خصمانه نسبت به هم دیگر، پادرمیانی دولتها و در روزهای اخیر که عملا به مواجهه مستقیم و بدون پرده پوشی داره رخ میده. ما به دنبال نیستیم که بگیم چه کسی چند تا موشک زد، پدافند هوایی کدوم قوی تره، خلبانان کدام یکی بهترن، چه کسی بلوف‌های سیاسی میزنه. بقیه علاهازا بحث ما کمی مسائل مبنایی تره که اساساً چرا چنینه، یعنی چه چیزی سبب میشود که دو نظام، دو سیستم، دو شخص در برابر هم قرار بگیرن. آیا با رفتن سید علی خامنه ای با فرض وجود رژیم جمهوری اسلامی این نزاع تمام میشود یا خیر؟ آیا قبل از سید علی خامنه ای نزاعی میان ایران و اسرائیل نبوده؟ آیا در قبل از تشکیل نظام جمهوری اسلامی یک دشمنی عقیدتی میان اسلام و یهودیت نبوده؟ اینا ریشه های مسئله هستن. در واقع داستان بر سر این است که با یک مثال ساده شاید بتونم این مسئله روشن کنم. فرض کنید دو نفر در حال دعوا هستن و شما وارد این جریان میشید. در 5 دقیقه، 10 دقیقه به نفع من سلیمانی و به ضرر آقای شهرتی رأی میدید. بگید حق با سلیمانیه، آقای شهرتی اشتباه میکنه. اما اگر نگاه بکنید که ریشه درگیری من و آقای شهرتی برمیگرده به 10 سال قبل که شما در جریانش نیستید، شما ناگهان وارد اتاق شدید، دیدید من با آقای شهرتی در حال درگیری هستم. اون وقتی که شما میتونید متوجه بشید
که ریشه نزاع من با آقای شهرتی بر سر این است که من با آقای شهرتی ظلمی انجام دادم، ایشان به من پاسخ داد، بعد من ادامه دادم و همین روند ادامه پیدا کرده تا زمانی که شما وارد اتاق شدید، دیدید من با آقای شهرتی در حال درگیری هستیم و شما حق رو به من میدید، در حالی که ریشه موضوع چیز دیگری است، حق با آقای شهرتی است. چرا این مسئله رو عرض میکنم؟ چون بسیاری از ما ایرانیان اینگونه وارد مسائل میشیم، کتاب رو از میانه باز میکنیم، به ریشه ها نمیپردازیم، به دلیل اختلافات نمیپردازیم و بعد رأی هم میدیم، میگیم حق با اسرائیل است، حق با جمهوری اسلامی است، حق با امریکاست، در حالی که شما برید به ریشه هاش نگاه بکنید، محل نزاع رو تشخیص بدید، اون وقت داوری شما داوری درستی خواهد. در اینجا میخوام یک نکته عرض کنم که برخی از فیلسوفان سیاسی مطرح میکنن، نظریه پردازان سیاسی، اونا اشاره میکنن که شما وقتی به دنبال مشکلات و حل اون هستید، اول باید شناسایی کنید که این مشکلات فردی هن، روانی هن، انسانی هن یا نه بیرونی هن، یعنی اجتماعی ساختاری هن. یعنی ربطی به روان فرد نداره. چرا اهمیت داره این موضوع؟ شما فرض کنید به دنبال این هستید که یک جامعه خوب بسازید، یک جامعه اخلاقی بسازید. آیا این مشکل اخلاقی حاصل اخلاق انسان هاست؟ یعنی آیا انسان ها طبعا دزدن، تمایل به غارت دارن، تمایل به نزاع و درگیری دارن، یا نه ساختارهایی وجود داره در درون اون جامعه که انسانها رو به سمت کلاهبرداری، دزدی و خشونت میبره؟ یعنی در درون یک جامعه ساختارهایی وجود داره که فرضاً افرادی که سنی هستن، یهودی هستن رو فاقد ارزش میدونه. مثلا ساختار مثل قانون، شما قانون دارید، این قانون اسباب خشونت رو فراهم میکنه. چرا اهمیت داره؟ برای اینکه یک فیلسوف سیاسی علاوه بر توصیف نیاز به تجویز هم داره. مثل یه پزشک تشخیص میده بیماری رو، بعد نسخه می نویسه که چطور این بیمار صحت و سلامت خودش رو به دست بیاره. فیلسوف سیاسی هم کارش همینه. با روزنامه نگار متفاوته که میشینه تحلیل میکنه که اون دوتا موشک زد، اون یکی نمیدونم فلان میکنه. اگه مشکل به روان افراد یا به شخص یا به علم و دانشش مربوط باشه، باید بر روی اشخاص کار کنید. یعنی نظام آموزش پرورشتون رو جوری بکنید که خشونت رو تقبیح بکنه، دزدی رو مذموم بکنه. یعنی با آموزش افراد رو اصلاح بکنه. اگر ساختارها مشکل دارن، فیلسوف سیاسی باید ساختارها رو درست بکنه. یعنی بگه جامعه ما به دلیل اینکه قوانین شرعی هستن مشکل ایجاد شده، پس این قوانین رو باید ببریم به سمت یک فضای سکولار. اگر فیلسوف سیاسی اینو فهم نکنه، نسخه ای که میپیچه جوابگو نیست. مشکل مال طبیعت مردمه، انسانه، روان جامعه هست، اما او داره ساختارها رو درست میکنه. یا مشکل مال ساختارهاست، او میخواد مردم رو درست بکنه، در حالی که خیلی از مشکلات ساختاریه. اگه ساختار حل بشه، مردم به اون میرسن. به عنوان مثال عرض میکنم، تو این بحث خیلی مهمه، من میخوام خیلی بر روش تمرکز داشته باشم. آرام آرام قدم به قدم بریم. چون این رابرت مرتون یکی از جامعه شناسان برجسته است در زمینه مسائل اجتماعی هنجاری، خیلی سخن گفتیم. یه دیدگاه جالبی رو که او ارائه میکنه اینه، میگه شما در درون جامعه مثلا یه ارزش‌هایی رو ایجاد میکنید، اما رسیدن به اون ارزش‌ها ساده نیست. فرض یک مثال بزنیم، امروز در درون جامعه ایران ما پول یک ارزش، یعنی کسی که پول داره داره ارزشه. ارزش هم چیزیست که به انسان معنا میده. در تعریف ارزش
به شکل ساده عرض کنم، مؤلفه ای است که به زندگی انسان معنا میده. یعنی ما میدونیم وقتی پول داریم آسایش داریم. آسایش یعنی که اتومبیل داری، ماشین داری، خونه داری. حالا ممکنه پول داشته باشی، آرامش نداشته باشی، چون آرامش یه مسئله روانی است. غالبا هم ثروتمندان کم آرامش دارن، آسایش دارن، بله، 10 تا ویلا دارن، ماشین دارن، مسافرت میرن، همه کار، اما آسایش ندارن. همیشه دلغوری رو دارن که نکنه پول منو کسی بگیره، شغل من رو، اموال من رو مورد تعرض قرار بدن. دیدید خیلی از اینایی که پزشک هستن غالبا هم میگن آقا ما صبح تا شب در حال کاریم، هسته ایم. از آسایش با آرامش تفاوت میکنه. آرامش یک مفهوم ذهنی است، آسایش یک مفهوم عینی است. یعنی سلیمانی ممکنه آسایش نداشته باشه، خونه نداره، ماشین نداره، زندگی نداره، هیچ نداره، اما آرامش داره، شب راحت میشه. آی شهرتی ممکنه برعکس باشه، یا تفاوت بین من ایشون. پس ارزش چیزی است که برای انسانها معنادهی میکنه. یکیش پوله، اتومبیل، شغله. یعنی ما وقتی یک انسانی رو داریم که دارای شغل مهمی است، براش ارزش قائلیم. میگیم آقای دکتر، آقای مهندس. حالا دکتر مهندس ما خیلی داریم، یعنی هر کسی میبینی یه دکتری هست، یه مهندسی هست. ما جامعه ایرانیامون خیلی دکتر مهندس داریم. اینا ارزش داره. حالا فرض کنید سیستم به نحوی است که شما نمیتونید راحت به اون ارزش ها برسید. یعنی پول خیلی خوبه، اما فضا فقط برای یه عده خاص فراهمه. خب منی که اون ارزش ها رو میبینم، وقتی نمیتونم به اون برسم چیکار میکنم؟ آقای رابرت مرتون میگه اینجا شما وارد یک فضایی میشید که از طریق خشونت آمیز، غیرقانونی، ریاکارانه، مزورانه به اون برسید. یعنی کلاهبرداری میکنید. میگه حالا که من که نمیتونم برم صاحب پول بشم، کار بکنم، خب میرم یه کلاهبرداری میکنم، میلیاردها تومن پول میگیرم. اگر نمیتونم دکتر بشم، مهندس بشم، میرم مدرک جعل میکنم. دیدید جامعه ایران این وضعیت فراهمه. چرا فراهمه؟ آیا مردم دوست دارن؟ نه، ساختارها سبب میشه که ما وارد یه فضایی بشیم که از طریق دیگری اون احترام رو جلب کنیم، کسب کنیم. اونقدری که ما مثلا در جامعه ایران به ماشین اهمیت میدیم، به خانه اهمیت میدیم، به شغل اهمیت میدیم، در جوامع غربی اینطوری نیست. همه محترم هم. فرقی نمی کنه شما خدمتگزار و خدمتکار یه اداره ای یا رئیس اداره، شأن و احترام خودتو داری. اما تو ایران چون فقط برای رئیس اداره احترام قائلن، افراد دیگر به هیچی، خب طبیعیه افراد سعی میکنن برای رسیدن به اون شغل ریاست وارد بازی هایی بشن که ما میدونیم در ادارات ما وجود داره. چاپلوسی کردن برای رئیس بزرگتر، زیراب زدن برای این رئیس، پرونده سازی کردن برای این فرد. و وقتی شما نگاه بکنید میبینید که در درون اون جامعه یک ارزش های ایجاد میشه، اما رسیدن به اون ارزش ها میسر نیست، آسان نیست. پس خیلی اهمیت داره که یک فیلسوف سیاسی فهم کنه که مشکل این جامعه به مردم مربوطه یا به ساختار مربوطه. حالا ممکنه به هر دو هم مربوط باشه، یعنی به نوعی عموم و خصوص من وجد باشه. بخشی از مردم در اون دخیل باشن، بخشی از ساختارها در اون دخیل باشه. ما فیلسوف سیاسی اولویت بندی میکنه، مسائل رو میشناسه و بعد برای تجویزش کار میکنه. مثل دموکراسی. دیدید خیلی ها میگن مردم ما لایق دموکراسی نیستن. حالا ما در آینده یه بحثی خواهیم داشت، سعی میکنیم به این مسئله پاسخ بدیم که اتفاقا مردم ما لیاقت دموکراسی رو هم دارن، شرایط اون رو هم دارن. اما چون ملتزم هستیم به اقامه دلیل به جای گریه‌زاری کردن و شعار دادن، یه برنامه مفصلی رو ما به اون اختصاص خواهیم داد. اما آیا اینکه امروز دموکراسی در درون جامعه ما به شکل غرب محقق نمیشه کار مردمه یا کار ساختارهاست؟ کار هر دوه. یعنی ما باید مسائل دموکراتیک رو هم به شکل آموزشی، به شکل تمرین از کودکی آغاز بکنیم، در درون خانه و خانواده آغاز بکنیم،
در درون مدارس آموزش بدیم تا انسان دموکراتیک داشته باشیم. اون تعبیری که آقای هارولد لاسول به کار میبره، انسان دموکراتیک داشته باشیم. برای ویژگی‌هاش من بعدا عرض خواهم کرد. از اون طرف ساختارهای دموکراتیک هم مهمن، کمک میکنن. یعنی وجود یک فضای دموکراتیک، آزادی بیان باشه، آزادی احزاب باشه، اصناف باشه، تشکلات باشه، سیستمی مبتنی بر دموکراسی در نهادها و نظم سیاسی باشه، کمک میکنه. در واقع به شکل متقابل با هم حرکت میکنه. پس اگر دیدید کسی آمد و گفت نه خیلی مقصر فقط مردم هستن، به نظر میرسه او با اندیشه و فلسفه سیاسی ناشناست، یا فقط همه چیز رو به گردن ساختارها انداخت، ناشناست. تو باید دقیقا مشخص بکنیم به کدوم بخش ها مشکل. دو، یک فیلسوف سیاسی باید دقیق نگاه بکنه آیا این مشکل و مسائلی که وجود داره طبیعیه یا مصنوعیه. یعنی چی طبیعیه یا مصنوعیه؟ بذار یه مثال ساده عرض کنم. شما دقیقا دیدید اشاره میکنن که زنان ناتوانن از اندیشیدن، یعنی طبیعت زن به نحوی است که نمیتونه خوب فکر کنه. زن ناقص العقله، که نه فقط علی ابن ابی طالب، که فیلسوفان یونانی هم برخی ها در این مورد سخن گفتن، حتی فیلسوفان ابتدای دوران مدرن هم بعضا به این خطا دامن زدن، معتقد بودن آقا طبیعت زن باعث میشه که او نتونه عقل درست حسابی داشته باشه. یعنی شهوات و احساسات به قدری بر او غالبه که او از تعقل بهره نداره. خب یعنی چی؟ یعنی برمیگرده به طبیعت زن. اما یک زمان دیگری فیلسوف سیاسی دقت میکنه و میگه نه، این طبیعی نیست، ساختگی است، مصنوعه. یعنی چی؟ یعنی ما جامعه ای رو از گذشته ساختیم، به زنان گفتیم شما وارد فضای اجتماعی نشو، برو تو خونه، نیاز نیست درس بخونی، برو تو خونه کار بکن، نیاز نیست با مردم مراوده بکنی، تجارت بکنی. خب به مرور زمان این بانویی که در درون خانواده محصور شده، به مدرسه نرفته، تو اجتماع شرکت نکرده، به او شغل ندادیم، به او تجربیات اجتماعی رو نیاموختیم، چه میشه؟ تبدیل میشه به یه موجود ضعیف. تو مردان هم همینه، شما مردان رو صبح تا شب بذارید تو خونه، مدرسه نفرستید، نذارید با مردم مراوده بکنن، به مدارس و دانشگاه برن، چی میشن؟ این تبدیل میشن به انسان های ناتوان که حتی از ساده ترین تصمیمات هم ناتوانه. زمانی که بحث بر سر طبیعت، یعنی یک موضوعی باشه که طبیعی باشه، شما مثلا کشورهایی داری وضعیت اقلیمیشون به نحوی است که در اونجا نمیشه کشاورزی، یا شرایط طوفانی و آب و هوایی و انواع و اقسام چیزها بعضی از امور رو برای شما سخت میکنه، امور نظامی مثلا در کوهستان ها و جاهای دیگه خیلی متفاوتی با سرزمین هایی که پست و بیابانی هست. اینا شرایط طبیعی هست، به ما تحمیل میشن. و بعضی شرایط ساختگی هست، شما میتونید قلعه بسازید، میتونید تا اونجایی که میتونید فضای بیابانی رو آباد بکنید، از طوفان جلوگیری بکنید. خب چرا اهمیت داره سلیمانی؟ به خاطر این اهمیت داره که یک فیلسوف سیاسی باید بدونه اگه شرایط طبیعی است میتونه اون رو اصلاح کنه، اصلاح کنه. اگه نمیتونه باید تئوری خودش رو، نظریه خودش رو منطبق با شرایط طبیعی سازماندهی بکنه، مفصل بندی بکنه، تبیین بکنه. شما نمیتونه با طبیعت مبارزه بکنه. کشوری که محصور در میان کشورهای دیگه نمیتونه نیرو دریایی داشته باشه. حالا شما برو هزار جور هزینه بکن برای نیرو دریایی، خب این کشتی رو کجا میخوای بذاری؟ اصلا به کارت نمیاد. اینکه نیروی دریایی یا نیروی هوایی ایالات متحده قویه برای اینه که این کشورها در یک محیط طبیعی قرار دارن که خودش رو باید با اون تطبیق بده.
اما کشورهای دیگر که نیروی زمینی قدرتمندی دارند، برای اینه که خب هم کشورشون گسترده است، هم از آن طرف هم با کشورهای همجوار یعنی مرز مشترک دارن، مرز آبی ندارن. پس یک فیلسوف سیاسی، یک نظریه پرداز سیاسی باید روی اینا سرمایه گذاری بکنه. در موضوع اقتصاد هم همینه. شما کشوری که توانایی کشاورزی نداره رو باید یا با هزینه بسیار زیاد که به صرفه نیست مناسب کشاورزی بکنی، یا سعی کنی در همون فضا از میوه، از حبوبات، از هر چیزی بهره برداری بکنی که بتونه با اون محیطت سازگار باشه. همین هایی که من عرض کردم شما کمی فکر کنید. جمهوری اسلامی چه اندازه واقعا به این مسائل باور داره؟ اصلا فکر میکنه راجع به اینا؟ یعنی عقلانیت در دولت و همینا مطرحه. نظریه پردازان سیاسی که در خلأ حرف میزنن کسانی هستند که اصلا پدیده هایی رو برای شما تبیین میکنن و بعد میگن ما این راه رو بریم، بعد شما دچار شکست میشید. چرا؟ چون میخواید با طبیعت مبارزه بکنید. باید ممکنه موفق باشی دریایی رو خشک بکنید، اما هزینه ها به قدری زیاده که شما شاید بتونید از جای دیگری تامین بکنید، هیچ ایرادی هم نداره. نه کشورهای اروپایی یا امریکا کشورهایی نیستن که بتونن کارهایی رو خودشون انجام بدن. چرا میرن وارد میکنن؟ چون احساسشون بر سر اینه که اگر من بخوام وارد اون فضا بشم هزینه انسانی و مالی خیلی بیشتری داره، اما همون کالا رو از چین میخرن. پس شرایط طبیعی بسیار مهمه. شرایط مصنوعی چطور؟ بله، یعنی شرایطی که ما ساختیم، بنابراین میتونیم تغییرش بدیم. در همون مثالی که من عرض کردم، یعنی اگر واقعا، در حالی که ما میدونیم اینطوری نیست، طبیعت زنان این بود که ناقص العقل، یعنی مردا مغزشون، عقلشون، حواسشون به نحوی است که از زنا برتره، طبیعیه، خب باید باش کنار بیایم. اما اگر بفهمیم مصنوعیه، یعنی خودمون شرایط رو ساختیم که زنا ناتوان باشن، با تغییر وضعیت مصنوعی که خودمون ساختیم میتونیم اون رو وارد اول برگردیم، یعنی فضا رو فراهم کنیم که بانوان بیان درس بخونن، وارد دانشگاه بشن، فعالیت های اجتماعی بکنن، در امر سیاسی قدرت بگیرن، بشن مارگارت تاچر، بشن آنگلا مرکل. پس بسیار اهمیت داره که در مورد فضایی که ما داریم صحبت میکنیم اینا رو درک کنیم. حالا چرا اینا رو اصلا عرض کردم؟ برای اینکه میخوام وارد یک مسئله خیلی مهمی بشم که برای فهم روابط و سیاست‌های نظامی مثل جمهوری اسلامی به ما کمک میکنه و دلیل خصومتش با بعضی از کشورها که شاید عجیب باشه برای خیلی از عزیزان که آقا ما با آمریکا مثلا چه مشکلی داریم یا ما با اسرائیل چه مشکلی داریم که این همه صحبت بر سر این است که ما با اسرائیل بجنگیم. اگر مسئله مسلمانان فلسطینن، حالا اونا که خودشون با اسرائیلیا بهتر از ما هستن، این نگاه سلبی رو ندارن، اما اگر بس مسلمانانه، چرا جمهوری اسلامی نسبت مسلمانان اویغور در چین یا در جای دیگه حساسیت نداره؟ فقط نسبت به این یهودی ها حساسیت داره، نسبت به اسرائیلی ها حساسیت داره. خب برای که مثال رو فهم کنی چند زمینه نیازه که اینها رو میخوای مشخص بکنی. چهار واژه هستن که به عقیده من خیلی اهمیت داره شناخت اونها، به اندازه‌ای که بتونه تو برنامه، حالا این برنامه و اگر شد برنامه آینده به اون بپرسه. یکی مسئله فرهنگه، یکی مسئله دین اسلامه، یکی مسئله ایدئولوژیه و دیگری علم. یعنی من سعی میکنم به اندازه‌ای که بتونم این چهار مؤلفه مهم رو کنار هم قرار بدم تا زمینه برای فهم رفتار جمهوری اسلامی مشخص بشه. یه تعبیری ریگلتون داره که خیلی تعبیر جالبیست. ایشون میگه گاهی انسان‌ها در بدبختی خودشون هم سرمایه گذاری میکنن. تا اینجا مسئله برای ما کمی مبهمه، اما یه بخشش روشنه. یعنی ما انسان‌ها بدون اینکه بفهمیم در حالی داریم حرکت می‌کنیم که
یک مؤلفه هایی رو در درون خودمون، در باور خودمون، در اعمال خودمون، در رفتار خودمون به کار میگیریم که یک انسانی که مشرفه به این داستان میفهمه این جامعه در حال بدبخت شدنه، این انسان در حال بدبخت کردن خودشه، با اینکه ممکنه اون انسان خودش این فکر نکنه، از توی فضاها هم نباشه، خیلی خوشحال هم باشه. پدری که در درون یک دین با اون الگو برداری از ابراهیم خلیل الله و دیگران سر فرزند خودش رو میخواست برای خدا قربانی بکنه، حالا نه دین اسلام، در بقیه ادیان هم هست قربانی کردن انسان، ولی از این عمل ناراحت بود به هیچ عنوان، چه بسا با خوشحالی این کار رو میکرد. امروز ما که به اون داستان نگاه میکنیم چه فکری میکنیم؟ بسیاری از انسان ها برای خدایان خودشون عزیزترین چیزها رو قربانی کردن. این فقط در ادیانه؟ نه. همین آقای گیلتون یه تعبیر جالب تری هم داره، حالا به ذهنم آمد این رو هم عرض کنم. ایشون میگه انسان ها برای اینکه انسانهای دیگر رو فرشته ببینن یا حشره به یه چیز نیاز داره، اونم ایدئولوژی. یعنی ایدئولوژی هست که البته ما بعدا تعریف خواهیم کرد اصلا ایدئولوژی چیه، چه کارکردی داره، چه عناصری داره، خیلی مفصل این مسائل عرض خواهم کرد بفهمیم مثلا زمینی که امروز ما ایرانیان در اونجا هستیم و شاید نبینیم از چه چیزهایی پوشیده شده. این ایدئولوژیه که باعث میشه انسانی افرادی رو که شاید جنایتکارترین افرادن فرشته ببینه. شما در نازیسم هیتلر رو فرشته میدیدید یا ابلیس؟ اگر به نزد یک جوان هیتلری میرفتی، اگر به آلمان اون زمان میرفتی، اون پیشوایی که بر روی میادین مختلف و بالکن‌ها مشغول صحبت بود رو شیطان میدیدی یا فرشته میدیدش؟ سال 57 خمینی رو فرشته میدیدن یا جنایتکار یا حیوان یا حشره؟ چی سبب میشه که شما دوچه بنیتو موسولینی رو تا حد دوچیسمو، یعنی به معنای پرستش دوچه، بالا ببری؟ ایدئولوژی. در همون فضا حالا فکر کنید چه چیزی سبب میشد یهودیان رو میکروب خطاب کنن، آقای هاینریش هیملر و دیگران، یهودیان رو انگل خطاب کنن، کمونیست ها رو غیر انسان و حیوان نام ببرن؟ ایدئولوژی. چه چیزی سبب میشد که بعد از انقلاب 57 گروه های دیگری که مخالف حزب الله و اندیشه های خمینی بودن رو مادون حیوانات خطاب کنند، منافق و محارب و مفسد و اینها بدانند؟ ایدئولوژی. بنابراین ایدئولوژی هست که آیه یتون به درستی میگه میتونه انسانهایی رو تبدیل کنه به فرشته و انسانهای دیگر رو تبدیل کنه به حشرات، یعنی حیوانات موزی، حیوانات مزاحم. خیلی متفصل به این مقصدان برد و خیلی اهمیت داره. پس آن چیزی که از انسان فرشته یا ابلیس میسازه یه ایدئولوژی است، اما فقط ایدئولوژی این کار رو میکنه. یعنی تعبیر آقای گلتون درسته که فقط ایدئولوژی ها هستن، ما میدونیم خیلی. ایدئولوژی مفهوم مدرنه، یعنی در اواخر قرن 18 شخصی مثل آنتوان دست و دوترسی و البته خب قبل از اون و بعد از اون دیگران به کار گرفتن به معنای شناخت ایده ها. اما این تعریفی داره که من به اون خواهم رسید. قبل از این که من ایدئولوژی رو تعریف کنم بعد وارد بحث دین و مسائلی از این دست بشیم، نیاز هست که در مورد یک مؤلفه مهم به نام فرهنگ صحبت کنم. اساسا فرهنگ چیه وقتی ما صحبت میکنیم؟ ما در مورد همه این مسائل تعاریف مختلف داریم.
یعنی ممکنه شما 20 تعریف از فرهنگ داشته باشید. اساسا مؤلفه های علوم انسانی این گونه هستند، تعاریف متعددی دارن چون چند جنبه ای هن. هر کسی جنبه خاصی از اون رو برجسته میکنه. یه اقتصاددان به جنبه خاصی از فرهنگ نگاه میکنه، یه انگلیسی هم به جنبه خاصی از فرهنگ نگاه میکنه، چون هم تخصصش و هم کشور ممکنه متفاوت باشه، دریافتها و برداشتهای خاصی هم از مؤلفه مثل فرهنگ وجود داشته باشه. اما خب نیاز هست باید تعریفی بدیم که شنوندگان ما، مخاطبان ما، بینندگان ما بدونن سلیمانی داره چی صحبت فرهنگ یعنی چی. به ظاهر خیلی از این مؤلفه ها برای ما خیلی ساده هن. ما میدونیم اما نمیدونیم. بارها پیش آمده من در فضای دیگری وقتی کسی صحبت از فرهنگ میکنه احساس میکنم که داره برای خطا میره، سوال میکنم فرهنگ چیه، بعد میبینم تعریفی میده که اصلا با فرهنگی که مد نظر منه خیلی متفاوته. این بحث آیزایا برلین در مورد شک کردن نسبت به مقولات و مؤلفه ها همین هاست. یعنی بدیهی ترین چیزها رو باید اول بررسی بکنیم، عناصرش رو تشخیص بدیم. فرهنگ یک نظامی است، یک بسته است از نگرش ها، ارزش ها، دانش ها که در طیف گسترده ای از مردم وجود داره و از نسلی به نسل دیگه. یه تعریف ساده مفهم از فرهنگ. وقتی من میگم نگرش ها یعنی که شما پدیده ها رو چطور نگاه میکنید، به طبیعت چطور نگاه میکنید، آیا به طبیعت باید بها داد یا اون رو نابود کرد، نگرشه. آیا به انسان ها باید بها داد یا تو سرشون زد، این نگرشه. ارزش هاتون از کجا میاد؟ مثلا پدر چه ارزشی داره؟ یا کجا گرفتید که من باید پدرم رو احترام بگذارم، دستشو ببوسم، پاشو ببوسم، کمکش کنم، در سر پیری نگهداریش بکنم؟ این ارزش از کجا میاد؟ شما الان ببینید در جهان کنونی خب دیگه عملا مثل گذشته نیست پدران رو نگه بدارن، میفرستنش رو خانه سالمندان. درسته؟ ممکن در برخی از جواب مثلا نگاه به پدر یه چیز دیگه ای باشه که ما ایرانیان یه چیز دیگه ای فکر میکنیم. نقش ها، پدر بودن یه نقشه. شما پدری چطور نقش تو بازی میکنی؟ اگر در فرهنگ ایرانی پدر یه کاری رو نکنه بهش میگن پدر بی‌لیاقتیه یا پدر نامناسبیه. دیدید بعضیا بچهشون بیتربیتی میکنه، پدره مثلا کاری بهش نداره، میگن بابا این پدره چرا بچهشو کتک نمیزنه، چقدر پدر بیمسئولیتی. یعنی مسئولیت در کتک زدن می. در بعضی فرهنگ های دیگه اینطوری نیست. در بعضی از فرهنگ ها پدر زمانی که بچه 18 ساله شد میگه برو دنبال زندگیت، با من کاری نداشته باش. میگن پدر خوب این پدره. اما در بعضی ها پدر بچهشو تا 50 سالگی هم نگه میداره. بچه 50 سال شده هنوز پدر بالا سرش کمکش میکنه، پیش میره. از بسیاری متفاوته نقش ها، ارزش ها. زن ایرانی با زن غربی متفاوته. چرا بعضی از ما ایرانیان وقتی وارد فضای دیگری میشیم در تعاملات دچار مشکلیم؟ چون فکر میکنیم این زنی که مثلا گرفتیم از آلمان مثل همون خدیجه خانم خودمونه، تو اونو بزنیم تو سرش و هرچی هم بهش بگیم و اونم تحمل میکنه. نه، فرنگش اینجوری نیست. کاری بکنی که اون ناراحت بشه فردا با مأمور جلو در خونه است. تو نمیتونی بگی آقا تو فرهنگ ما اینطوری نبوده که فرهنگ اسلامی به ما گفته زن رو بزن. نه، نقش ها، ارزش ها متفاوتن. دانش ها، چرا ما ایرانیان به علم اهمیت نمیدیم؟ البته به زبان میگیم ما خیلی علم رو دوست داریم، اما در رفتارمون اصلا به علم بیتوجهیم. چرا به خرافات باور داریم؟ چون پزشک داری میخواد برس مثلا عمل کنه، اول یه انیکات میخونه میره. راننده کامیونه بلافاصله بالا میشه یا ابوالفضل، نمیدونم بیمه، نمیدونم امام حسین، میره.
اولین چهارم تصادف بود خودش، ولی باور داره به این خدا، فکر کن روزیش مثلا با اینها میاد، به جایی که در گزینش ها و انتخاباتش درست عمل کنه میره سراغ خرافات. در فرهنگ کشورهاست که شما چه چیزی رو دانش میدونید، علم میدونید، به دنبالش حرکت میکنید. دیدید دیگه بعضی از دانش ها در بعضی فرهنگ ها مذمومن، دنبالش نمیرن، نو مخرب میدوننش. بعضی از مراودات، تعاملات، ما در فرهنگ ایرانی مردا تو یه اتاق هن، زنا تو یه اتاق، اما در فرهنگ غربی شما میبینید تو نیست، دختر و پسر و زن و خب خدا سوال میکنه سلیمانی، همه اینایی که گفتی بله ما لمس کردیم دیدیم، اما خود فرهنگ چیست؟ کجا میاد؟ چطور جامعه رو تحت اختیار میگیره؟ در اینجا میخوام برگردم به اون مسئله بسیار اهمیت دار که بعدا ما در مسئله ایدئولوژی و علم هم به اون میرسیم، و اون اینکه فرهنگ در یه بستری خودش رو صورتبندی میکنه، یعنی عناصری رو داره تبدیل میشه به فرهنگ. مثل انسان، شما الان سلیمانی امیری رو میبینید، یه کلیتی است بهش میگه سلیمانی امیری، اما دستانی داره، چشمی داره، عینکی داره، پایی داره، قلبی داره، اینا اجزاش هست. فرهنگ هم همینه، یعنی ما این رفتار و نگرش ها و ارزش ها از کجا میگیریم؟ عناصر فرهنگ ساز چیان؟ یکیش دینه، دین فرهنگ میسازه، یعنی به ما یاد میده با این زنها چطور برخورد، با دیگران چطور مراوده بود، فلسفه حرام است. دیدید اینا از دین برمیاد. هنر، هنر به ما یاد میده، ادبیات، تاریخ، سنت، اخلاق، همه اینها عناصر فرهنگی هست که برای ما ارزش گذاری میکنه. منتها در هر جامعه ای یکی از این عناصر قوی تره، یعنی فرض کنید اگه فرهنگ به فرض داریم یک چکلیستی تهیه بکنید، مثلا 100 تا مؤلفه باشه که میگیم اینا عناصر فرهنگی هست، همینش بنویسید ارزش ها، یک احترام پدر، خب اینو از کجا گرفتیم؟ آیا از دین گرفتیم؟ یا از تاریخمون گرفتیم؟ سنتمون گرفتیم؟ از ادبیاتمون گرفتیم؟ اونجا یه تیک بزنید، بنویسید مثلا از دین گرفتیم. وقتی در مجموع نگاه میکنید ببینید فرهنگ یک جامعه ای دین محورتره، سنت محورتره، یا عقل محورتره، علم محورتره. تا همینجا ممکنه بخشی از مشخص شده باشه که تفاوت ما ایرانیان با غربی‌ها در کجاست. یعنی فرهنگی که ما داریم یک فرهنگ سنتی و دینی است، فرهنگی که اونا دارن یک فرهنگ عرفی و عقلانی است. همین دلیل جوامع از نظر فرهنگی متفاوت. پس آنچه که ما رو متمایز میکنه از دیگران فرهنگ ماست. خب حالا سوال اینجا اینه، این فرهنگ چطور تو جامعه شکل میگیره؟ بله ما میدونیم امروز یه جامعه داریم، یه فرهنگی داره، اومدیم همون چکلیست رو هم که شما گفتی تهیه کردیم، دیدیم بیشتر عناصرش دینی است. خب این چطور شده در درون جامعه ما؟ از طریق فرایند جامعه پذیری. فرایند جامعه پذیری یا اساسا جامعه پذیری یه مکانیزمیه، یه فرایندیه که سعی میکنه از طریق آموزش، از طریق تثبیت، از طریق اجرا، هنجارهای مورد قبول خودش رو در افراد نهادینه بکنه و اجرای اون رو یعنی چی؟ یعنی ما وقتی در ایران به دنیا میان جامعه پذیری ما شروع میشه، یعنی از همون کودکی خانواده به ما یاد میده پسر خوب چه پسریه، دختر خوب چه دختری،
پسر با ادب چه پسریه، دختر با ادب چه دختره. همینطور بیاید بالاتر، انسان محترم چه انسانیه، انسانی که محترم نیست چه انسانیه، انسانی که بهش ارزش میذاریم کیه، یا اساسا ارزش ها چه هستن، در جای دیگری ارزش ها چه نیستن. شما امروز در جهان غرب، من عرض کردم در ابتدای برنامه، اگر شغلی دارید انسان محترمی هستید، اما در ایران ممکنه شغلی نداشته باشی، از پول بابای استفاده بکنی، اما شما محترمی چون پول داری. حالا مهم نیست خودت بیکاری، خودت داره علم و دانش نیستی، چون بابای به پول داده، زیر پادی ماشینی هست و خونه و اینا، محترمی. گاهی هم برای محترم شدن باید حاجی بشی، دیدی فرهنگ دینی همینه دیگه. طرف تا دیروز دزد و کلاهبردار و هر چیزی بوده، یه حج میره برمیگرده دیگه حاج، حاج آقا تمام شد، ایشون رفته حج، بله تمام گناهان رو ریخته، تمام کرده، همه رفته. یعنی ارزش گذاری ها در درون جامعه، اصلا جامعه پذیری به افراد داده میشه. این جامعه پذیری از طریق مکانیزم های خاصی است، خانواده یه بخشه، رسانه ها یه بخشن، آموزش و پرورش چیزی که در درون مدارس تا دانشگاه ها هست یه بخشه، ساختارهای سیاسی اجتماعی یه بخشه، اینا همه ما رو جامعه پذیر میخواد انسان مناسب جامعه خودشو بسازه. جمهوری اسلامی میخواد انسان مناسب سیستم خودشو بسازه. رژیم پهلوی به دنبال این بود انسان مناسب خودشو بسازه. چرا نظامی کردن؟ آقا لباستو در بیار، این کلا رو بذار، اون درس رو بخون، برای که میخواد جامعه رو مناسب خودش بکنه. رضا شاه دیده زنا اینطوری هن، گفت آقا این مناسب نیست، بریم کشف حجاب کنیم، میخوایم زنان مناسب خودمون بسازیم، زنانی که بیان کار بکنن، مشاور در امور اجتماعی شرکت بکنن. جمهوری اسلامی هم میخواد انسان خودش رو بسازه، برای همین میگه مهم نیست تو اصلا دوست داری حجاب داشته باشی یا نداشته باشی، مهم اینه که من میخوام تو مثل من باشی، با ایده های من بساز. بنابراین فرایند جامعه پذیری یه مسئله مهم است. اما سوال پیش میاد، آیا فرهنگ که ما صحبتش رو انجام دادیم یک پارچه است؟ ببینید در اینجا، چون بحث ما فرهنگ سیاسی هم هست، یعنی فرهنگ سیاسی بخشی از فرهنگ عمومی جامعه است. یعنی شما فکر نکنید که یک انسانی مثلا در زمینه فرهنگ خانه و خانواده و محله و حالا بگیم بحث شغل و طبقات یه جوره، اما فرهنگ سیاسیش دیگه خیلی متفاوته. نه، نشدنیست. چرا اینو عرض میکنم؟ چون گاهی ما فکر میکنیم ماها خودمون خیلی خوبیم، دولتمون بدی. نه، طوری نیست، تفاوت وجود داره. اون رو در یک توازن با هم به سر میبرن. همیشه دولت ها همون چیزی هستن که مردم هستن. اگر متفاوت باشه انقلاب پیش میاد. یعنی اینجا میخوام عرض کنم چرا ما تفاوتمون با رژیم داره گسترش پیدا میکنه. یعنی جایی که فرهنگ سیاسی که حکومت میخواد به شما بده، جامعه پذیرتون بکنه، با ارزش ها و نقش های شما مطابقت نکنه، مردم وارد فضای درگیری و تنش میشن. وضعیت انقلابی ما برای همینه. گاهی ممکنه حکومتی یه فرهنگی رو میخواد القا بکنه، مردم نپذیرن. چی میشه اون وقت؟ یعنی وقتی تناسب به هم بخوره، فرهنگ سیاسی نزد حاکمان، نزد نخبگان، با ساختار سیاسی، با مردم متفاوت باشه، خیلی عمیق بشه، کار به انقلاب میرسه، چون تنش ایجاد میکنه. دولت میخواد شما رو از طریق خاصی جامعه پذیر کنه، شما رو یه چیز دیگه میخواین، همه در برابر اون مقاومت کنه. پس این نکته رو هم در یک گوشه‌ای داشته باشید که بسیار اهمیت داره. در جوامع توسعه یافته، چون فرهنگ سیاسی، حاکمان، دستگاه ها، نظم سیاسی منطبق هست با فرهنگ مردم، تنش وجود نداره. تو رو مکانیزم هایی تعبیه کردن برای اینکه همان فرهنگ اجتماعی به فرهنگ سیاسی وارد بشه. حالا از اینجا برمیگردیم به یه مسئله مهمتر، سوالی که از من خواهید پرسید، آیا فرهنگ ایستاست یا خیر؟
طبیعی فرهنگ ایستا نیست. فرهنگ دگرگون میشه، پویاست. اما یه نکته وجود داره، سرعت این پویایی بستگی به عوامل خاصی داره. اساسا در جوامع اولیه فرهنگ ایستاست، یعنی به شکلی است که شما ایستا بودنش رو احساس میکنید، چون از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه، عوامل دیگه تاثیرگذار نیست. یعنی من یه پسرم رو تا 50 سالگی با یک جامعه پذیری بار میارم، اما اون پسر من چیزهای دیگه هم خودش استنتاج میکنه، خودش برداشت میکنه، خودش میفهمه. بنابراین او برای این که این رو به فرزند خودش منتقل بکنه دست به گزینش میزنه. مثلا میگه بابای من این حرفاش خوبه ولی اون حرفاش هم بده، من دوست ندارم. یعنی مثلا به من میگه همسری رو انتخاب کن با معیارهای خودش ولی من دوست ندارم. مامانم آدم خوبیه ها، اما من دوست دارم همسر من اینطوری باشه. بنابراین یک مقداری فضا برای گزینش های جدید در درون فرهنگ جامعه ایجاد میشه، اما چون ابزارهای دیگه وجود نداره این فرهنگ خیلی خیلی آرام خودش رو داره نسل به نسل تغییر میده، به شکلی که ما فکر میکنیم این جوامع ایستان. به همین دلیلی که شما وقتی برگردید به نزد فیلسوفان گذشته، یعنی فیلسوفان کلاسیک در یونان گذشته و در طیف مذهبیون یعنی پیامبران، میبینید که اونا جامعه رو یکی میدیدن، یه جور میدیدن. یعنی فکر میکردن که خب اجداد ما هم همینطور بودن، ما هم که همینیم، احتمالا فرزندانمون هم نسل در نسل همینن، برای همین نسخهی بنویسیم که اونها همین رو اجرا بکنن، که نامشو میذارم مشکل معرفتی انبیا. یعنی وقتی یک پیامبری میامد بسته به سوابق نگاه میکرد که جد پنجمش هم همین جوری زندگی کرد، با همین مشکلات روبرو بوده، پس فرزندان اونا هم همین مشکلات رو خواهند. پس نسخه ای که من میخوام بنویسم به عنوان درس های اخلاقی همینا باشه. اما پویایی فرهنگ فقط به نسل و به نوعی تغییر نسل ها نیست، عوامل اقتصادی اجتماعی هم میتونن فرهنگ رو تغییر بده. مثلا با صنعتی شدن چقدر جوامع تغییر کرده. یه کالای صنعتی وقتی می آمد دیگه کارگر نیاز نبود 20 ساعت کار بکنه، ماشینی وجود داشت خیلی سریع کار رو انجام میده، کالا با تولید بهتر محتوای بهتر میاد. وقتی کارگر شدی حالا میرفتی چانه زنی میکردی با ارباب، قرارداد میبستی، یعنی ارزش های جدیدی وارد فرهنگت میشه که دیگه کت و شلوار تنت میکنی به عنوان کارمند میشینی، دیگه به عنوان یه کارگر تخصص یاد میگیری. صنعتی شدن تغییرات عظیمی در فرهنگ ایجاد کرد. دیگه انسان صنعتی انسانی نیستش که در یه جامعه سنتی است. اون جامعه اون جامعه سنتی ویژگی‌های خودش رو داره. اون تعبیر دورکیمی که یک جامعه مکانیکی با یک جامعه ارگانیک متفاوته از همین جهاست. الزامات یک جامعه مکانیکی خیلی فرق میکنه با یک جامعه ارگانیک. توی جامعه مکانیکی هست که شما پدر خودتو نگه میداری، دعواتون رو میری پیش کت خدا حل میکنی، اما یک جامعه ارگانیک پدرت رو اگه میبینی پیره چون میخوای کار بکنی، پدر مزاحمه، خانومت هم که صبح میره سن کار میاد خونه، دیگه خانواده به شکلی نیست که همه افراد دور هم جمع باشن، کسی خونه نیست، خب پدرتو باید بسپوری به دست یک سازمانی بهزیستی، خانه سالمندان ایجاد شده، یه ارگانی ایجاد شده. اگه دعوا شد نمیری پیش کت خدای ده، بلکه میری دست قوه قضاییه، یه ارگانی وجود داره برای کار. من عرض کنم که ببینید چه تفاوتهایی آرام آرام ایجاد میشه وقتی یک انقلاب صنعتی رخ میده، انقلاب اجتماعی رخ میده، فرهنگ دگرگون میشه. اینجا دیگه سرعت فرهنگی داره بالا میره و شما تغییر نسل رو دارید میبینید. ها
حالا به زمان کنونی میرسیم. یه ویژگی دیگر انقلاب تکنولوژیکه. تکنولوژی سبب شده که من در کسری از ثانیه با مردم جهان ارتباط داشته باشم. بفهمم که فرهنگ مردم مثلا در لس آنجلس چطوره، در ایتالیا چطوره، در آلمان چطوره. ارزش هایی که اونا دارن چه بسا من بپذیرم، لباس های اونا رو بپوشم. حالا سلیمانی همین نشسته جلو شما، یه کتی داره، کراواتی داره، اینا مال فرهنگ ایرانی نیست. نه کت مال فرهنگ ایرانیه، نه کراوات مال فرهنگ ایرانیه، نه تلویزیون مال فرهنگ ایرانی، نه همه ابزارهای تکنولوژیکی هستن که ساخته شده. از تکنولوژی، علم و دانش فرهنگ جدید میاره. من جای تلویزیون میخوام بشینم، دیگه نمیتونم از الفاظ کوچه بازاری استفاده کنم، دیگه نمیتونم با وضع نامناسب بیام بشینم. میتونم بیام اما جامعه منو پس میزنه. بیام آقای شهرتی فردا میگه سلیمانی دیگه نه بابا با این ظاهر برای چی میای صحبت؟ روسه این فضا فراهم. یعنی میخوام عرض کنم آقای شهرتی که اینجوری نیست، ولی مثال میخوام عرض کنم، یه ضوابطی نیازه که کمی ما رو به هم متحد میکنه. به همین دلیلی که ما هر روز به دنبال گوشی جدیدیم، به دنبال اتومبیل جدیدیم، به دنبال ساخت خانه جدیدیم. شما وقتی در یه آپارتمان زندگی میکنی، فرهنگ خودش رو میاره با تو. دیگه نمیتونی جیغ و داد و فریاد بکشی، بگی آقا ما تو اون زمان تو محله خودمون یه فریادی میکشیدیم، کسی نبود اصلا حرفی بزنه، یه باقی داشتیم اونجا هیچ کس نبود. نه، تو فرهنگ آپارتمانشینی فرق میکنه. چه سر صدا اگه بالا بره، فردا شما رو میخوان اخطار میدن به شما. اینجا نمیتونی تو خیابون برگردی هر کاری بکنی. پس فرهنگ تغییر میکنه و پویایی فرهنگ امروزه خیلی شدید شده. اینو چرا عرض کردم؟ به عنوان پایانی، کسانی که نتونن فرهنگ جدیدی رو که وجود داره بپذیرن محکوم به شکستن. چه داد بزنید فرهنگ ایرانی، چه داد بزنید فرهنگ اسلامی، همه اینا مردوده. جوامع دیگر هم شکست خورده. شما نمیتونید جایی برید فرهنگ ایتالیایی ما، هرچند فرهنگ مثلا ادغامی است، حالا ما در جلسه آینده خیلی مفصل درش بحث میکنیم. میخوام عرض کنم دوگم بودن محکوم به شکسته. شما باید بتونید با فرایند فرهنگ پویا خودتون همساز بکنید. آخوندا چرا شکست خوردن؟ چون هنوز میخوان مردم ما رو ببرند به سراغ فرهنگ اسلامی. داری که شرایط عوض شده دیگه، اون فرهنگ جوابگو نیست. یه دیگه هم به دنبال باستانگرایی ایرانی هم. اون فرهنگ هم شکست میخوره. باستانگرایی یونانی شکست میخوره، باستانگرایی ایتالیایی شکست میخوره. بنابراین الزامات فرهنگ پویا رو باید پذیرفت. یه بحثی است که در آینده به شکل مفصل خواهیم داشت، ولی ایدئولوژی و مسائل علمی خواهیم شد تا یک تفاوتی به دست بده. بعد برگردیم رژیم جمهوری اسلامی رو فهم کنیم در نظم نوین جهانی با یک دیوانگی سیاسی و عقلانی که او داره. عرضی ندارم. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهم. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی دارند.